که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو. آماده است کی؟ آماده است اون آیه ها؟ 229. بله قربان. با سلام مجدد خدمت شما، باز میگردیم. بیشتر اوقات که ما روی بعضی از واژه‌های قرآنی تکیه می‌کنیم، صرفاً یک احساس مسئولیت هست و در این حال پاسخ هم به سوالات شما هست، که سوالات شما انقدر مهم هست که همه اونها تو ذهن من هست و هر وقتی که فرصتی پیش میاد اونها رو پاسخ میدیم. مثل همین که بارها و بارها پرسیدید که این اسماء الحسنا که در مورد خدا گفته میشه، ما چه احتیاجی داریم که مثلا بدانیم که خداوند غفار است؟ به چه درد ما میخورد؟ غیر از این که ما بفهمیم که خب خدا غفار است، ما رو میبخشد. اما وقتی که مثلا خدا قدیر است یا خدا عزیز است یا خدا نزدیک چنین است و چنان است، این تعاریف رو که ما در خدا میشنویم میفهمیم که خیلی خدای خوبی است، ولی فایده دیگری هم برای ما آیا دارد یا خیر؟ و اساساً اسماء الحسنا چه فاعلیتی میتواند در ما ایجاد بکند و معرفت به کاربرد و توانایی اسماء الحسنا چه نقشی در زندگی انسان بازی میکنه؟ برای کسانی که میخواهند از لایه‌های درونی تر قرآن استفاده بکنن، هر کدام از این
صفات و هر کدام از این اسامی زیبا و دوست داشتنی و خوب میتواند که اقیانوسی از معرفت و معنا و عنایت داشته باشد، مثل همین عزت و مثل همین حکمت که یکی از اسامی یا یکی از صفات فاعلی خدا عزیز است و یکی حکیم است و یکی رحیم است، و اینها در کنار هم وقتی قرار میگیره به ما این مسئولیت رو میده که ما هم به اندازه توان خودمون باید عزیز باشیم. حالا خدا وقتی که عزیز هست، قدرت خدا بی نهایته، بنابراین عزت خدا هم بی نهایت. یعنی واقعا انتفاعی که ما از عزت خدا میبریم، نفعی که ما از قدرت خدا میبریم، نفع بی نهایته، به خاطر اینکه قدرت او بی نهایته. اما در مورد انسان ها ما چون قدرت محدود داریم، بنابراین عزت ما هم محدوده، اما نوعاً ما می توانیم که از نظر مکانیسم کار قدرت رو تبدیل به خدمت کنیم، قدرت رو تبدیل به انتفاع کنیم، به منفعت کنیم، به بهره و ایجاد ربح فایده کنیم از اونچه که به نام عزت خوانده میشه، قدرت خوانده میشه. آیه شماره 229 الطلاق مرتانه. مطابق فرمان اگر که آماده دارید این آیه قرآن رو، جلسه گذشته هم خواندیم ولی هزار بار هم بخوانیم کم است، یک بار دیگر نشان بدید با صدا و در مورد اون صحبت. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طلاق، منظور طلاقی است که قابل بازگشت باشد، طلاقی است که چه از طریق رجعت و چه از طریق عقد مجدد در هر حال قابل بازگشت باشد، قابل ابطال باشد، قابل بازگشت به زندگی باشد. حالا اگر در طول مدت عده باشد طلاق رجعی است، اگر در طول تاریخ در طول رجعت عده هم نباشد باز هم رجعی است، چون رجعت ولی در خارج عده به وسیله عقد انجام می شود، در داخل عده فقط به وسیله بازگشت و اظهار رضایت طرفین بدون وجود عقد در واقع عقد حاصل می شود. ولی نوعا هر دو رجعی به معنای بازگشت کنندگی معنی می ده. طلاق قابل بازگشت دو بار بیشتر نیست. بعد از آن، یعنی بعد از این که دو بار طلاق انجام شد، چون تا دو بار قابل بازگشت، از دو بار که گذشت یعنی بار سوم در واقع قابل برگشت نیست. پس بعد از این که طلاق داده شد، بعد بیشتر از دو بار، بایستی که زن رو آزاد کرد. اگر قبل از دو بار باشه زن رو میتوان نگاه داشت، ولی باید به خوبی، به معروف به زبان قرآن نگاه داشت. از دو بار که طلاق گذشت به بار سوم رسید، زن رو بایستی که به شایستگی و به معروفیت رها کرد،
نه به معنای این که رها کنند او رو بی سرپناه و بی حمایت او رو در به در کنند، رهایی به معنای پریشان کردن و در به در کردن نیست، رها کردن به معنای آزاد کردن و قید نکاح رو از او برداشتن و رفع مزاحمت کردن معنی به این صورت میده آزاد کردن، نه اینکه حمایت رو از او بردارند. در اینجا قرآن میگوید که او رو تصریح با سین و ایجیمی به معنای آزاد گذاشتن و ادامه حمایت دادن، یعنی اینکه بگویند که پس یا با من زندگی میکنی الان که دیگه با بار سومه که من طلاق میدم و البته که دیگه بر نمیگردی و به من حلال نیستی و ما نمیتوانیم که دیگه ازدواج کنیم یا رجعت کنیم، پس من دیگه هیچ مسئولیتی در مقابل تو ندارم چون کاری هم با تو ندارم، بنابراین از تمام حقوق تو در واقع جلوگیری میکنم و به همه حق و حقوق تو خیانت میکنم و نه عزت به کار میبرم نه حکمت در مورد تو، چون با من بیگانه ای و دیگه دیوار قیامت بین من و توست. میگوید که اگر قابل برگشت بود زن از نقطه نظر قانونی به تعداد طلاق ها، که اون زن رو بایستی که به معروف و خوبی نگاه بدارید در بازگشت، و یا اگر که قابل بازگشت نباشد به علت اینکه سه طلاق انجام شده است، با شایستگی او را آزاد کنید و آزادی با پرداشتن حمایت برای چندمین بار تفاوت میکنه. آزاد این نیست که او رو دور بیندازید و از شما رفع مسئولیت بشود، اسقاط تکلیف بشود، همچین نیست. باید او را آزاد بکنید، یعنی که قید عدم نکاح را از او بردارید و برای شما روا نیست از آنچه به آنان داده اید چیزی باز ستانید، که در این مورد در جلسه گذشته توضیح داده شد، مگر آنکه طرفین در برپا داشتن حدود خدا بیمناک باشند. حالا اگر دو طرف فکر کردند که ممکن است که از قوانین خدا تخطی می کنند یا ممکن است که واقعا کارهایی که می کنند در اطاعت از خدا نیست، یعنی احساس کردن که در کاری که میکنن عزت و حکمت وجود نداره، ممکن است که کارشون قانونی باشه. ببینید قانون تا یک حدی میتواند که بین مردم حاکمیت داشته باشد، هیچ قانونی نیست که بتواند 100% حق و مسئولیت رو بین افراد مشخص و معین بکند، حتی قانون قرآن، به خاطر اینکه طبایع انسان‌ها متفاوته، خواست‌های انسان‌ها متفاوته، حوادثی که بین انسان‌ها اتفاق می‌افته به علت مخصوص بودن و اختصاصی بودن آدم‌ها و خصوصیات انحصاری داشتن آدم‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها و اتفاقات و حقوق و مسئولیت‌هایی هم که بین آدم ها برقرار میشه یا اتفاق میفته، هیچ دو مسئولیتی در مورد دو انسان با هم مساوی نیستند. یعنی این که ما فکر بکنیم که قانون اجتماعی 100% بر اساس عدالت و اخلاق کار میکنیم، چنین مکانیسمی تا به حال در هستی وجود نداشته و وجود هم نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر بخواهند که قانونی وضع کنند که با شرایط هر دو نفر انسانی، مثلا در مورد طلاق در نظر بگیریم، در مورد دو انسان اثر یکسان داشته باشه، اگر مثلا در جمعیتی مثل جمعیت ایران بگید که 80 میلیون جمعیت داره
و اگر 40 میلیون مرد و زن باشند و راجع به روابط زناشویی این 40 میلیون بخواهیم صحبت بکنیم، 40 میلیون قانون لازم داریم، چون رابطه هر زن و مردی با شرایط مالی، با شرایط غیر مالی، با شرایط معنوی، با شرایط اعتقادی، با تجربیات و موروثاتی که با خودشون آوردن، با باورهاشون، با عملهاشون، با اکتساباتشون، عوامل کثیری دخالت داره که هیچ دو رابطه یک زن و یک مرد با هم برابر نیست. بنابراین قانونی که در واقع وضع میشه یک قانونی است که حالت فله‌ای داره، حالت جمعی داره و به صورت نسبی عدالت رو برقرار میکنه. در واقع نوعی ظلم به سبی است، مثل اینکه یک عده‌ای در یک مجلسی جمع میشن، مجلس شورا منظورم هست، و در اینجا میخوان یک قانون رو تصویب کنند. فرض کنید که 500 نماینده، هر نماینده‌ای در واقع نماینده 100,000 نفر آدم هست، و بنابراین در این مجلس نماینده 50 میلیون آدم جمع شدن به صورت 500 نفر و در مورد یک قانونی میخوان اظهار نظر بکنند. طبعا این 100,000 نفری که عقاید مختلف داشتند، بالاخره عقاید خودشون رو یک کاسه کردن، تعدیل کردن، جمع کردن، به نماینده خودشون ابلاغ کردن. ولی 500 عقیده مختلف در این مجلس شورا الان قرار داره که از تعدیل اینها و از در واقع ترکیب این قوانین یک قانون واحد ساخته میشه که شبیه هیچ کدام از این قوانین نیست و نسبت به اون افراد در واقع 100% اونها رو ارضا نمیکنه. هر کدام اونها یک میزانی نارضایتی و عدم خرسندی از تصویب این قانون دارند و این عدم خرسندی و این نارضایی در همه جمعیت کشور وجود داره نسبت به قوانینی که منتخب خود اون مردم هست. این طبیعت قانون گذاری است. در مورد قضاوت هم به همین ترتیب است، چون قضاوت هم تابع قانون است و قانون به صورت یک لباس دوخته آماده است که تا حدودی اندازه تن آدمه، ولی لباسی که به اندازه تن آدم دوخته شده باشه اون احتیاج به یک خیاط داره، احتیاج به این داره که هر کسی که یک لباسی میپوشه اون لباس رو دستدوز یک خیاطی برای او دوخته باشه. حالا شاید در مورد خیاطی این کار امکان داشته باشه، اما در مورد شمول قانون چنین چیزی امکان اجرایی و امکان عملی و عقلی نداره. این است که قانون به هر صورتی که باشه باید که قانون رو به نحوی در نظر گرفت که آخرین راه چاره است. یعنی وقتی انسان ها در حریم خودشون قرار نمی گیرند و به حق خودشون قانع نیستند، یک حکم حاکمی بر اونها تعلق می گیره که فقط فسخ دعوا می کنه، نه حل دعوا می کنه. دو جمله معروف منتسب به علی ابن ابی طالب است، امام علی منظور است، که یکی این که می گویند که قاضی عادل نه قاضی ظالم، حاکم یا قاضی عادل یک پای در جهنم داره. البته وقتی ظالم باشه معلومه که دوتا پاش در کجا هست، ولی در حالی که عادل باشه انقدر نزدیک به تنبیه و جهنمه که کافیست که کوچکترین خطایی بکنه که اون پاش رو هم بردارن و با هر دو پا در جهنم سرنگون بشه. از دیگر صحبت‌هایی که از ایشان نقل میشه این است که از ایشان سوال میکنند که آیا شما قادر هستید که حل دعوا بکنید؟ یعنی الان در اینجا یک ادعایی شده، یک شکوایه‌ای وجود داره، یک حقی ناحق شده، شما میتوانید که این ناحق رو حل بکنید، از بین ببرید که دیگه ناحقی وجود نداشته باشه؟ و ایشان پاسخ میدهند که هیچ کس نمیتواند حل دعوا کند و ما فسخ دعوا میکنیم. فسخ دعوا
یعنی دو طرف رو از همدیگه دور نگه داشتن که همدیگه رو تکه پاره نکنن. این میشه فسخ. یعنی جدا کردن. و فعلا رابطه قانونی اینها رو منسوخ اعلام کردن، فسخ کردن و جدا نگاه داشتن است تا روز قیامت خدا قضاوت کنه. این در واقع تأیید این گفتار است که قانون به صرف قانون بودن نمیتواند معنی عدالت داشته باشد. عدالت نسبی دارد، عدالت در مقابل ستم دارد، نه در مقابل عدالت مطلق. همه چیزها از نظر حقوقی در واقع یک جای معدلی قانون رو وضع می کنند و نگه می دارند که بهترین شکل امکان یک قانونی باشد که در یک فضای تعادلی به صورت معلق بماند. و الا اینی که آدم بتواند با کاربرد قانون به هدف کامل برسه، چنین چیزی رو هیچ قانونی نمیتواند ارائه کند. به این لحاظ است که قرآن میگوید از استاندارد عزت و حکمت استفاده کنید و قانون رو بگذارید برای آخرین علاج و آخرین راه. وقتی که به هیچ صراطی مستقیم نیستید، اون وقت از حکم قانون استفاده بکنید که یک عدالت نسبی رو به کار میبره. باز هم درش ممکنه که یک مقداری به طرفین ظلم یا امتیاز بی خود داده بشه. به این لحاظ میگوید که مگر آن که طرفین در جایی که میگوید که مالی که به زن داده اید از او دریافت نکنید، البته به زن این حق رو داده که اگر شرایط رو نگاه میکنه و به موضوع عزت و حکمت نگاه میکنه و فکر میکنه که عزت و حکمت حکم میکنند که یک مقداری از این اموالی رو که از این مرد گرفته به او برگردانه، واگذار کرده به عزت و به حکمت او، برای این کار قانونی معین نکرده که اجبار در اجرای اون باشه. به این لحاظ است که میگوید که از اونها چیزی نستانید از زنان مگر آن که طرفین در به پاداشتن، البته طرفین از مفهوم آیه به دست میاد، نه اینکه در ترجمه گفته شده باشه به این صورت یا مجاز باشه که بگویند، مگر آن که در به پاداشتن حدود خدا بیمناک باشند، اهمیت بدند. اون وقت وقتی که انسان به حدود خدا، حدود خدا عزت و حکمتی است که خدا معین میکنه، اگر آدم بیمناک باشه که نکنه به حریم عزت خدا و به حریم حکمت خدا تجاوز کنه، اونجا حدود خداست. اگر که چنین فکری بکنند و بترسند که اینها به حدود الله، حدود الله تجاوز میکنند، اونها اون وقت اقدامی انجام میدن که اجبار قانونی ندارند این کار رو انجام بدن، ولی عشق به عزت و حکمت خدا رو دارند، برای رضای خدا، برای محترم شمردن و مقدس شمردن حدود خدا و برای رعایت حرمت حدود خدا، بدون اینکه قانون اجباری وجود داشته باشد و بدون حکم دادگاه و چوبی بالای سر اونها باشد، زندان و تنبیهی، جریمهی برای اونها باشد، فقط به خاطر حرمتی که به حریم خدا قائل هستند، به حدود خدا قائل هستند و نمی خواهند که موجب نارضایتی خدا رو فراهم بکنند، عاشق هستند به خدا و فقط رضایت معشوق رو نگاه می کنند، در اون حالت که به عزت و حکمت خدا نگاه می کنند و متوجه هستند، اونها می توانند که با وجودی که قانون گفته چیزی طلبکار نیستی، اما دیگری می گوید که نه، طلبکار هستی، چون من در وجدان خودم تشخیص می دم، با عزت خودم و با حکمت خودم تشخیص می دم که تو شوهر من درست است که حق قانونی نداری،
ولی حق خدایی داری. اینجا در واقع نقش اخلاق رو در اصلاح قانون قرآن بیان میکنه که یکی از شگفت‌انگیزترین درس هاییست که انسان از قرآن یاد میگیره، که در واقع محدودیت قانون رو، قانون یک محدودیت شمول و یک محدودیت انتفاع داره به علت طبیعت شمول اجماعی که داره و در واقع مثل یک شطریست که همه جا رو میگیره و از ریزش و باران جلوگیری میکنه. حالا درست است که یک عده آدم خیس نمیشن زیر آب، ولی خب کشاورز هم دچار خشکسالی میشه. یعنی قانون کارش این است که نمیتواند به صورت انفرادی، به صورت لباس دستدوز خیاط دوز برای هر کسی یک لباس بدوزد و هر دو نفری که زن و شوهر میشوند در مجلس یک قانونی هم برای اینها وضع کند. اما شرایط آدم ها یکسان نیست، اما قانون با شمول قانون یکسانه و رفع این نقیصه به وسیله عاملی به نام عزت و حکمت به وجود میاد که زن با وجودی که مجبور نیست چیزی به مرد بدهد، از نظر قانونی هیچ کس نمیتواند معارض او بشود. فرض کنید که 10 میلیون دلار مرد موقعی که عاشق بوده به زن داده و امروز فقیر شده و کنار خیابون باید گدایی بکنه، از نظر قانون، قانون به زن اجازه میده که هیچی به مرد نده. اما عزت چی؟ حکمت چی؟ اون زن اگر بیم از خدا داشته باشه، اگر بیم از خدا نداشته باشه، بیم از خود خدا نیست که خدا پلنگ و گرگ و ببر و اینها نیست که کسی رو پاره کنه، بیم از نارضایتی خدا داره. آدم وقتی در اصطلاح میگوید که من میترسم همسرم بدش بیاد، ترسی که آدم از همسرش نداره که، اگر عاشق همسرش باشه میترسه که نارضا باشه، میترسه که خرسند نباشه، میترسه که خوشحال نباشه. منظور این که برای رضای خدا انسان بیمناکه و میترسه که نکند رضای خدا فراهم نشده باشد. اگه در اون کار تردید میکند، اون وقت قانون رو کنار میگذارد و از قانون عزت و از قانون حکمت استفاده میکند. به این خاطر است که میگوید مگر آنکه در به پاداشتن حدود خدا بیمناک باشند. چون چندین نفر هم در این مورد سوال کرده بودند که چه ارتباطی داره اینجا که از خدا بیمناک باشند. پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپا نمی دارند، در آنچه که زن برای آزاد کردن خود در واقع فدیه می دهد یا فدا می کند به خاطر اینکه بتواند در قبال این کار فسخ دعوا کند، نه حل دعوا کند، هر کسی به حق خودش برسه، گرفتاری به وجود آمده. حالا مرد هم حق قانونی نداره، ولی در این حال خب وقتی یک کسی همه سرمایه خودش رو داده، حالا گدای سر محل شده، خب طبعا یک مقداری استکاک به وجود میاد، مخالفت به وجود میاد، دشمنی به وجود میاد. میگوید به زن با وجودی که تو بدهکار نیستی، اما اگر این فدیه که در اینجا داده میشه یا فدیه که در اینجا داده میشه بتواند که این مشکل رو حل بکند، اگر چنین کردی بر تو گناهی وارد نیست. این است حدود خدا، این است حدود احکام خدا در واقع، چون خود خدا که حدودی نداره، که حکم خداست که حدود داره. پس از آن تجاوز نکنید. به خدا کسی نمیتواند تجاوز کند، اما به حدود خدا میتواند انسان تجاوز کند. حالا در آیه بعدی خواهد آمد چطور به حدود خدا تجاوز میکنیم. حدود خدا یکیش هم قانون طلاقه، یکیش هم قانون ازدواجه، یکیش هم قانون تحریم ازدواجه، که شما در شرایطی ازدواج با یک آدم به خصوصی برای شما حرام میشه، مثل اینکه خواهر برادر ازدواج کنه همونطور حرام میشه.
سه بار هم زن و شوهر شدن قبلا، ولی الان که میخوان دو مرتبه زن و شوهر بشن اصلا رابطه ای نمیتوانند داشته باشن، اصلا زناست، حرامه، نکاح پذیر نیست. اون وقت این حدود خداست. بعد ما میگوییم که خب از نظر قانونی شرط ازدواج چیست؟ شرط این که من با این شخصی که الان حرامه ازدواج با او میخوام حلالش کنم. میگن شما باید محلل بگیری. محلل چیه؟ محلل این است که شما به دروغ به یک آدمی مراجعه بکنید که اصلا قصد ازدواج ندارید، به او بگویید بیا به دروغ در مقابل خدا بگوییم که ما قصد ازدواج داریم. بسم الله الرحمن الرحیم انکحتو، و شروع کنیم به خواندن صیغه عقد و ازدواج و به نام خدا بگوییم که من میخواهم با تو نکاح کنم و میخواهم تو با من نکاح کنی و ما زوج بشویم و با هم ترکیب بشویم و تشکیل خانواده بدهیم، هم نکاح کنیم هم زواج کنیم و با هم تعهد کنیم که رضایت داریم و صداقت داریم و قصد ما ازدواج است و راست میگوییم، جز نکاح و زواج هدف دیگری در این عقد مبارک و میمون نیست. اینها همه حریم خداست. چطور به حریم خدا تجاوز میکنیم؟ این طور به حریم خدا تجاوز میکنیم که مثلا عباس آقا بله شما بیایید این 10,000 دلار رو بگیرید، میریم خدمت آقا محضردار یا عاقل، اونجا یه چیزای عربی میگم، از شما هم بعده نمیخواد، شما از اول که به آقا میگید من میخوام با این خانم ازدواج کنم اون دیگه کارش تمامه. همون اولی که میرید محضر بگید که من شما رو وکیل کردم این خانم رو برای من عقدش کن، دیگه کار نداشته باشم، کاغذ رو امضا کن برو. و بعد اون آقا از من هر چی که میپرسه و اینا بعد به من میگه که بله یا خیر، من میگم بله. ضمناً یک کاغذ دیگه ای رو هم شما امضا کن، همون وقت دو تا کاغذ به شما میده. اون کاغذ دوم رو که امضا کردی به آقا گفتیم که 10,000 دلار به شما بده. کاغذ اول عقدنامه است، کاغذ دوم طلاقنامه است، که طلاقنامه مثلا 2 روز بعد از عقدنامه نوشته شده، که این رو از شما تقاضا میکنم که مرقوم بفرمایید و این پول رو هم بگیرید و برید. این در مفاهیم قرآنی تجاوز به حدود خدا محسوب میشه و حدود خدا یعنی قضاوت خدا، حکمت خدا، عزت خدا، اینها صفات فاعلی خداست. اینهاست که قانون رو میسازه، اینهاست که عدالت رو برای ما میسازه. میگوید به اینها تجاوز نکنید، اینها پایه ساختار یک جامعه ایست که بر محور عدالت استواره، اینها رو به هم نریزید. جامعه به فساد کشیده میشه، تمام ارزش‌های اخلاقی و قانونی به هم ریخته میشه، نکنید این کار رو. و بعد هم بدانید که شما وقتی به یک مردی به دروغ میگویید که من میخواهم با تو نکاح کنم و زندگی خانوادگی تشکیل بدهم، در حالی که به او گفته اید که چنین قصدی ندارید، به او گفته اید که من با این مردی که اینجا ایستاده، اکثر اوقات هم با همون شوهرشون میرم، من میخواهم به وسیله این شخص، سلام عرض میکنم، بفرمید. عرض ادب و احترام با شما و همکاران محترم شما دارم. سلام بر شما، امرتونو بفرمید. مختلف آقای سید، ما برنامه های از نشوند شما را سایوات تحقیل میکنیم، همچنین ما در ایجا در این کشورهای را میبینیم،
مردم بیچارا و بیدفاع خود را در برنامه های تلویزیون ایوان میبینیم، دستایی نمیبینیم که به زخم های مردم و مرهم میگذارن. جالب است که شما این کار مرد رضای خدا میکنید. تلویزیون های اوانی همون یک روز آه و ناله میکنن رو بس، اما یک اعلان تجارتی را متواتر نشر میکنن تا مفلس و بیچارا نشرن. طبعا هر کس کار خود میکنن. آقا چیست اگر جناب شما لطف کنید برنامه های تلویزیون تایوان در من جمله هستی شناسی رو برنامه های خود شما اینا یک نمره اگر بزنید، یک شماره بزنید تا ما بتانیم فایده از اکثر نماییم. مثلا امی برنامه فیزیک شما را در یوتیوب چطور پیدا میکنیم؟ تشکر از درستش محبت شما از تلویزیون میشنم. من میخواستم که از این همه مراهم شما اولا که سپاسگزاری کنم از مراهم شما و کاری که ما میکنیم کمترین کاری است که ما میتوانیم انجام بدیم. برای ما احتیاج فرد و حقانیت فرد مطرحه. ما اصلا به ملیت نگاه نمیکنیم، نه اینی که ملیت رو نپذیریم یا ملیت رو دوست نداشته باشیم، اما گرسنگی ملیت بر نمیداره، ظلم ملیت بر نمیداره. همه ما دارای خون قرمز هستیم، خون افغانی و خون ایرانی و خون آفریقایی و خون اروپایی. همه کسانی که مورد ظلم قرار میگیرند، برای کسانی که صدایی دارند، نوایی دارند و اقدامی میتوانند بکنند، قدرتی دارند، اگر این افراد قدرت خودشون رو تبدیل به عزت نکنند به شرحی که گفته شد و شعور و فهم خودشون رو تبدیل به حکمت نکنند و بر اساس عزت قضاوت نکنند و امکانات خودشون رو در راه بندگان خدا قرار ندن، ما تفاوتی میخواستم بگویم که با حیوانات درنده تفاوتی نداریم، ولی حرفم رو عوض میکنم و عرض میکنم که از حیوانات درنده بدتر هستیم، چون حیوانات درنده فقط برای سد جوع درندگی میکنند. ما برای احتکار و برای تکاثر و برای اقتدار همجنسهای خودمون رو تکه پاره میکنیم. شما هیچ حیوان وحشی رو نمیبینید که با یک بمب اتمی از هوا 200,000 نفر رو در یک لحظه خاکستر بکنه به خاطر اینکه قدرت بیشتری پیدا بکنه. ما همه این کارها رو میکنیم و اسم خودمون رو هم انسان میگذاریم. کاری من نکردم، نه برای ملت شما، نه برای ملت خودم، نه برای ملت‌های دیگه. ما حداقل کاری که میتوانیم بکنیم همین است که فریاد این افراد مظلوم رو که صداشون به هیچ کجا نمیرسه، صدای اینها رو از طریق این بلندگو و از طریق این میکروفونی که ممکن است امروز باشه فردا نباشه به گوش مردم دنیا برسانیم. و همه این کارها رو انسان برای این انجام میده که قبل از این که چشمش رو ببنده و قبل از این که این اراده و اختیار از او گرفته بشه، قبل از این که این امکان از او گرفته بشه و نفس آخر رو بکشه و جسمش بیجان بشه و امکاناتش رو از دست بده، قبل از این که آدم به اونجا برسه، اگر بتواند که به هم نوع خودش به هر میزان و به هر مقداری که میتواند مساعدت کند. من دلم میخواست که ای کاش امکاناتی میداشتیم که میتوانستم به این همه انسان محتاج و این همه انسان نادار و بینوا مساعدت و کمک کنم، تا حدی هم که در امکان من و خانواده من هست این کار را انجام میدیم. من یکی دو بار از طرف شرکایی که داریم پیشنهاد شده به من که من به کشور آلمان مسافرت کنم، که شرکتی ما در اونجا داریم، شرکت امید، بنیاد امید، که مدیریتش با یکی از برادران افغان ماست در اونجا، که بیشتر کمک هایی که به افغانستان میشه از طریق اون مؤسسه انجام میشه و ما هم در اینجا با اونها همکاری میکنیم. در مقابل دعوت ایشان من گفتم که این
$5,000 که ممکن است خرج بشود که من بیام به آلمان و یک ماه بمانم و چه بکنم و اینها و برگردم، من دعوت شما رو میپذیرم. و گفتن من نذر کردم، گفتم نذر شما رو هم میپذیریم. شما این مبلغ رو در کابل در یک منطقه‌ای که بسیار بسیار کم آب، بی آب و فقیر نشین هست، در اونجا یک چاه آبی حفر بکنید با همین مبلغ $5,000 و فکر بکنید که من اومدم به دیدن شما. ماها اگر که اینها رو عرض نمی کنم که بگم من چقدر آدم خوبی هستم و یا چقدر آدم محترمی هستم، من فقط آدم ترسویی هستم. من فکر می کنم که اگر یک وقتی خدایی باشه و اگر این قرآن از طرف خدا باشه، من لرزه بر اندامم میگیره از مقدار گناهایی که کردم، از دروغهایی که گفتم، از ناسزاهایی که گفتم، از مال مردم خوریهایی که کردم، از اینها وحشتم میگیره و سعی میکنم که اگر هم در گذشته در اثر نادانی اشتباهاتی کردم، سعی بکنم که حق و ناس رو پس بدم به مردم. و موضوع دیگه‌ای که ما اگر احساس میکنیم که خدا گفته انفاق کنید و اگر درست میخوانیم در قرآن انفاق جز به عباداته، ما باید ببینیم که این حق الله رو که خدا گفته احسان کنید، بنابراین ما به خدا بدهکار هستیم. حال انسان باید فکر بکنه که این بدهی خودش رو چطور به دست خدا میرساند. یعنی ما خدا رو کجا باید پیدا بکنیم که این حق الله رو به او بدهیم و مدیون از این دنیا نریم. این رو، همین موضوع به این سادگی رو اگر انسان فکر بکنه در موردش و باز هم فکر کنه و باز هم فکر بکنه، واقعا یک مشکل بزرگی به وجود میاد که شما یک بدهکاری هستید که اگر بدهکار از این دنیا برید تنبیه میشید و دست به طلبکار، دسترسی به طلبکار ندارید. هرچه میگردید طلبکار رو پیدا نمی کنید. میدانید کیست طلبکار، ولی پیدا شدنی نیست. اون وقت این طلبکار به شما پیغام میده به وسیله نامه‌ای که اسم اون نامه قرآنه. میگوید ای بنده من، این بدهی که تو به من داری و این مالی که من به عنوان امانت در اختیار تو گذاشتم، تو مالک هیچ چیز نیستی، این اموال و این امکاناتی رو که من به عنوان امانت در اختیار تو گذاشتم و به تو گفتم از این امانت به افراد محتاج هم انفاق کن، هم زکات بپرداز، هم احسان کن، و هم بالاتر از همه، اگر هیچ کدام از اینها امکان نداشت، صداق انجام بده، نذر کن، بگو برای نشان دادن حسن عقیده خودم و برای صداقت نشان دادن خودم مصداق این کار رو احسان قرار میدم و یک مقداری کمک میکنم به دیگران به عنوان صداق که تصدیق حقانیت من باشه. و اگر همه این کارها رو کردی، یعنی بدهی خودت رو به خدا دادی، به وسیله کی؟ به وسیله بنده های خدا. اگر این بنده های خدا نبودند، من و شما چگونه بدهی خودمون رو به خدا می پرداختیم؟ دست خدا رو می دیدیم، پای خدا رو می دیدیم، با خدا در جایی می نشستیم، مسافرت می کردیم با او. فکر کنیم که ما خدا رو کجا می دیدیم جز خدا رو در قلب کسانی که در واقع اینها ریسمان هایی هستند که معتصم بالله هستند، که از طریق این ریسمان ها شما به خدا می رسید و الا ریسمان دیگری وجود نداره. شما بدهی خودتون رو از طریق پرداخت به افرادی که محتاج هستند و ذی حق هستند به خدا می پردازید. آیا کار ما به همین جا تمام می شود؟ توجه داشته باشید که ما امانتدار هستیم، خدا امانتگزار است. این قرآن
کتاب تعیین کننده وظیفه امانتدار است. عالم بشر و عالم هستی و عالم مخلوق زینفع این رابطه امانی است. حالا ما با این سرمایه امانی که در اختیار داریم، که همه کائنات سرمایه امانی است که در اختیار ما گذاشته شده و هر کس یک سهمی از این امانت رو داره، انفاق کردید، احسان کردید، صدق کردید، نذر کردید، نیاز کردید، به انواع و اقسام وسایل پرداخت کردید به همه افرادی که احتیاج دارن، باز هم نگاه میکنید میبینید که رفتید در کابل، میبینید که مثلا پول داشتید 5 حلقه شاه حفر کردید، باز میروید در یک نقطه میبینید که مردم آب آلوده میخورند، فرزندان شما آب تصفیه شده میخورند، اونها که به مراتب استعدادشون از فرزندان من بیشتره باید آب گل بخورن، باید آب مسموم بخورن، باید مواد غذایی نداشته باشن، باید بهداشت نداشته باشن، باید تشنه راه بروند، باید 2 کیلومتر تشنه راه بروند که یک کوزه آب از جایی پر کنند. خب وقتی که آدم به اینها نگاه میکنه میبینه تمام بدهی خودش هم داده، طبق قرآن هرچه خدا گفته کرده، اون وقت خدا دست از سر آدم بر می داره. نه، باز هم در قرآن می گوید درست است که تو به من بدهکار نیستی، اما قرض که می توانی به من بدهی، خدا به تو می گوید قرض که می توانی به من بدهی، من خدا مقروض تو بنده می شوم، من وامدار تو می شوم، من قرضدار تو می شوم، من بدهکار تو می شوم، تو طلبکار از من باش، به من، به خدا قرض بده، من قرض تو رو می پردازم و می پذیرم و من خدا تعهد می کنم که قرضی که به من می دی به تو پس بدم، پول تو سوخت نمی شه پهلوی من، پولی که سهم توست قرض بده به من و من قرض تو رو چندین برابر پس میدم، به من، به خدا اعتماد کن، من اوفو به عهدی، وفا میکنم به عهدم، قول میدم، به من قرض بده. یعنی تو در مقام یک بانکی قرار گرفتی که خدا که امانت خودش رو پروی تو گذاشته به تو التماس میکنه که به من قرض بده و تعهد میکنم که قرض تو رو چند برابر پس بدم. اون وقت میگوید شما سوال میکنید خب به چه کسی، کجا هستی خدایا که من به تو قرض بدم؟ میگوید من اونجا هستم. نگاه میکنید میبینید چندین بچه تشنه لب، لبها داغمه بسته، ترک برداشته، خون افتاده، تشنه، سرگردان، پا برهنه، از خدا میپرسید که من حاضرم به تو قرض بدهم، کجا هستی که من به تو قرض بدهم؟ میگوید من اینجا هستم، اون بچه ها من هستم. اون وقت وقتی که ما به اینها قرض میدیم، اگر کسی به خدا عقیده داشته باشه، خیلی هم هستن که معتقدن که این حرفا لاتعالات، حرفای بی سر و ته و بی معنی مال آدم های بی سوادی مثل منه و ارزشی نداره، حرفای بی خوده، اونها هم البته حقی دارن برای این کار، ولی برای کسانی مثل من با اعتقاداتی که مثل من و شما داریم، ما قرآن رو کلام خدا می دانیم و وقتی خدا در قرآن دستور نمی دهد به ما، به ما می گوید که به من قرض بده و اسم این قرض رو می زارد قرض الحسنه، قرض زیبا، قرضی که پر از زیبایی و شکوه و عظمته، و میگوید من اینو به تو پس میدم، اما این کلاس درس توست که یاد بگیری که چطور از درد هم نوع خودت دردمند باشی. لازم نیست شما به آفریقا رفته باشید، من نرفتم به آفریقا، من اصلا کشور بنین رو ندیدم، یه تعدادی عکس‌های اون کشور رو دیدم، ولی کسی که اون عکس‌ها رو نشان من داد که همین
همکار و شریک من در آلمان، همین شرکت امید که عرض میکنم هست، چنان من متحول شدم و چنان متأثر شدم که من هم تصمیم گرفتم که در کار آبرسانی به مردم با او همکاری کنم. به نظر من اولین و بالاترین نیاز مردم برای اینکه زنده بمانند در درجه اول هواس، که اگر هوا نباشه اصلا عمری نیست، لایفی نیست. عامل دومی که ما باید برای تهیه اون کوشا باشیم آب هست، و اگر که شما در این فیلم هایی که ما نشان میدیم و کم هم نشان میدیم، حالا بعد از این بیشتر نشان خواهیم داد، بالای هر کدام از این چاه ها ما نوشتیم که من ما کل شیئن حی، ریشه حیات در آب است، از آب زندگی ایجاد می شود و آب مادر حیات است، آب پایه و اساس ساختمان حیات است، اگر آب نباشد هیچ چیزی نیست. و امیدوارم که این نهضت در دنیا ادامه پیدا بکند. آخرین چیزی که ما به اون نگاه میکنیم موضوع این است که این شخص تابع سیاسی کدام مملکته، اون مال کدام مملکته، این به چه زبانی صحبت میکنه. اون یعنی ما در مدرسه قرآن یاد گرفتیم که با انسانیت با انسان برخورد کنیم، و معلمین ما، بزرگانی که مثل سعدی ما داشتیم، که واقعا کلماتی که اینها گفتند تا دنیا دنیاست، بر سریر عالم انسانیت حکومت میکنه، حکومت بر دلها میکنه. بنی آدم اعضای یکدیگرند، درست ترجمه و تفسیر اولین آیه سوره نساء فکر میکنم باشه، که ما بشر رو نوعاً از یک نفس واحد آفریدیم. بنی آدم اعضای یکدیگرند، عضوهای همدیگه هستند. یک انسان بیشتر وجود نداره، یک انسانیت بیشتر وجود نداره. چرا؟ چو در آفرینش ز یک گوهرند، گوهر واحد، نفس واحد، و از اون نفس واحد همه ما آفریده شدیم. اگر قرآن رو قبول داریم، اگر هم قرآن رو کلام خدا نمیدانیم یا میگوییم که اینها همه شوخی است، اینها برای تفریح گفته شده، چطور میشود که آدم همه از نفس واحد باشند؟ و نظیر اینها که خب اون هم البته یک جایی برای خودش داره، یک عده‌ای معتقد هم به اون راه داره. ولی خواستم در مطلبی که تذکر دادید عرض بکنم که ما هنوز هم کمکاری میکنیم، و علتش این است که خود من سالخورده هستم و از بیماری های جسمی زیادی رنج میبرم، و کم کم طول میکشه که یاران ما رو پیدا بکنن، دوستان هم دیگر رو پیدا بکنن، در این حرکتی که شده کمک بکنن. ما در 6-7 ماه گذشته بسیار بسیار پیشرفت کردیم، هم از نظر بیننده، هم از نظر کمک های مالی که برای این کارهایی که انجام میدیم به ما میشه، و مرتب هم این در حال افزایش، افراد بیشتری به ما اعتماد پیدا میکنن و بسیار راضی هستیم از این کار. ولی آرزوی من این است که ای کاش جمعیت بیشتری میداشتیم، که این حرکتی رو که ما شروع کردیم با تمام شدن عمر ما این حرکت متوقف نمیشد. انشاءالله که عنایت خدا شامل حال همه ما باشه. فرمودید که بعضی از تلویزیون ها یک آگهی رو هزار مرتبه پخش میکنن، ولی آگهی هایی که مربوط به حیات نوع بشر هست پخش نمیکنن. من تصور میکنم که اونها هم نوع زندگیشون یا نوع فرستندهی که دارن یا کار اون تلویزیون این طور افتضاح میکنه، یا اون تلویزیون ها. ما اساسا از این تلویزیون بهره برداری مالی نمی کنیم، که همه ما دار و ندار و هستی خودمون رو هم توی این کار میگذاریم که
بتوانیم که فریاد درمانده ها رو به گوش مردم دنیا برسانیم، چون این گویان شنونده های ما هم انسان های مستطیع و ثروتمند هستند، هم افراد فقیر و نادار هستند، و ما خیلی خوشحال هستیم که یک پل پیوند هستیم که با ثروتمندان محترمی که هستند صحبت میکنیم و دل اونها رو نرم میکنیم و اونها رو آماده میکنیم که به این افرادی که مستحق هستند و نیاز به کمک دارند به اینها کمک بکنند. اگر ما بتوانیم که این چرخه و این مکانیزم و این حرکت رو در واقع اکتیویت بکنیم، بتوانیم که فعال بکنیم این حرکت رو، ما به اجر خودمون رسیدیم. بزرگترین کمکی که شما بیننده ها میتوانید به ما بکنید این است که این شبکه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. این بالاترین خدمت و کمکی است که الان میتوانید به ما انجام بدهید، چون هر چقدر که تعداد بیننده ها بیشتر باشه، درصد کسانی که امکان یاری دارند بیشتر خواهد شد. و مجسم کنید که اگر روزی 10,000 نفر به این حرکت کمک کنند، ما چقدر میتوانیم که در سطح جهان به محرومین دنیا کمک بکنیم و چقدر میتوانیم که رضایت مولای خودمون حضرت حق رو فراهم بکنیم. دست به دست هم بدیم و این کار پرشکوه رو هرچه بیشتر و بهتر توسعه بدیم. اتاق فرمان، اگر چند دقیقه ما تنفس بدید و اگر فرصت کردید که اون آگهی مربوط به افراد فقیر رو در جریان ماه مبارک نشان بدید، خیلی ممنون و متشکر میشم. باز میگردیم با شما خانیم. که هر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که هر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو.